در مسیح حقیقت را می گویم و نه دروغ، و وجدان من در روح مقدس مرا گواه است که من در قلبم غمی بزرگ و اندوهی بیوقفه دارم، زیرا آرزو داشتم که خودم به جای همیمانان یهودی که از نظر جسمانی خیشاوندان من هستند محکوم و از مسیح محروم می گشتم تا شاید نجات یابند. ایشان اسرائیلی هستند و به آنها فرزند خواندگی، درخشش، عهدها، اهدای قانون الهی، ستایش ها و وعده ها تعلق دارند و اجداد ما از نسل ایشان هستند و از نسل ایشان مسیح از نظر جسمانی آمد که بالای همه است، خدایی که برای همیشه مبارک باد، آمین به یقین. اما چنین نیست که کلام خدا بی اثر شده باشد، زیرا همگی آنانی که از اسرائیل هستند اسرائیلی نیستند و از آنجایی که از نسل ابراهیم هستند همگی فرزندان نیستند، بلکه نوشته شده است نسل تو در اسحاق خوانده خواهد شد. این بدین معناست که فرزندان جسمانی از نسل ابراهیم به خودی خود فرزندان خدا نیستند، بلکه فقط آنانی که فرزندان وعده هستند از نسل خدا شمرده می شوند. زیرا کلام وعده این بود که خداوند گفت در چنین زمانی من خواهم آمد و ساره سال خورده پسری خواهد داشت. و نه این فقط، بلکه وعده خدا زمانی که ربکا نیز از یه شخص، یعنی از یکی از اجداد ما اسحاق حامل شد، تحقق نمود. زیرا هنگامی که هنوز دوقلوها، یعنی عیسو و یعقوب، به دنیا نیامده و کاری نیک یا بد ننموده بودند، قرار بود تا هدف خدا بر اساس گزینش ادامه یابد، نه بر اساس اعمال و سنت‌های انسانی، بلکه او، یعنی خداوند، که فرا می‌خواند. آمین در نام عیسی مسیح.